خواهد دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظیر ام ام ای درود بر شما از اسپانیا محل برگزاری مسابقات امیدهای جهان در خدمت شما عزیزان هستم دلاور کشورمون در وزن 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی دلاور بابولی ما با دوانده آبی و کشتی دومش در مقابل کشتیگیر از اوکراین قرار گرفته میخائیلو پیسیوتسکی ببینیم چه میکنه دلاور کشورمون کشتیگیر رو دسته هم دیگه کار میکنن یه لحظه رو تکونش میده که خرابش کنه خوش نفس و گلدور و خوش تکنیک دلاور کشورمون مثل همیشه رو به جلو دستش داره بهتر کار میکنه یه لحظه رو کشتیگیر اوکراین خالی کرد که خراب کنه کشتیگیر ما رو ولی هوشیار بود علی اکبر یوسفی دلاور بابولی ما برنده این دیدار به نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد امیدواریم کسی نباشه به جز دلاور کشورمون هر دو کشتیگیر نشون میده که سعی میکنن اختار رو به روی دیگری بزنن تا دست دقیقه دوم اختار بگیرن هر دو کشتیگیر آروم و با احتیاط دارن کشتی میگیرن دست دقیقه اتفالا کشتیگیر ما میتونه هر از گاهی خرابش کنه حالا یه لحظه سعی کرد پیش بندازه کشتیگیر اوکراین رو درخواست کمکاری میشه برای دوبنده قرمز کشتیگیر اوکراین باید درخواست که دلاور کشورمون بشینه ببین درخواست میده خواهی سرپا بله سرپا بهتر کار میکنه عجیب میده که سرپا کار کنه برای کشتیگیر یه لحظه دستی رکل کشتیگیر اوکراین هم چغر نشون میده نمیخواد پاپس بذاره یک یه دستی رکت از اون مهرمانچه دست رو گره گرفته کشتی اوکران رو از کار بندازه یه لحظه رو این دوتایی داره یه چارتایی یه لحظه نفرت کشتیگی ما استفاده که سرگردن رو گره گرفته باید مراقب باشه نه چه کشتی رو دو بعد یک میشه به سود کشتیگی اوکران کشتیگی دست پا بسته اینی برای یک جلو میفته حالا یک به یک سرشا اون رسته هم یک کار میکنه کشتیگیر ما خوش نفس و گل داره مطمئن سه دقیقه دوم میتونه از این کشتیگیر امتیاز بگیر و شکستش بده یه لحظه از قفلت کشتیگیر ما استفاده کرد یه فنده کمره ناقص زد و یه دوتایی گرفت دستی رکت رو به جلو کشتیگیر ما ببین میتونه خرابش کنه حتی شکا رنجش کنه یا نه این بسانه یک پایانی سده قبل نزدیک میشید حتی شایی کناری هم دلاغری کشور رو دوازه 63 داره کشتی میگیره رد تصیر خب این سانه های پایانی میرسیم رد تصیر سانه وقت استراحت فرا میرسه کشتیگیر نزد مربی خودشون میرن ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرم برای دلاور کشورمون حسن رینده است که اولین هدایتش هست برای تیم ملی کشورمون امیدوارم که به عنوان قهرمانی برسه و تو شکل کناری هم دلاور کشورمون ایمان محمدی داره کشتی میگیره و تا به اینجای کار 4-0 جلو هست ما میپردازیم به روی همین تو شکل منتظریم تا دو کشتیگیر بریم تو شک برگردن و بریم به ادامه کشتی خب سه دقیقه دوم آغاز میشه حالا کشتیگیر اوکراین اومده سرعت رو بالا ببره تا کشتیگیر ما رو در خاک بنشونه و اگر هم در سرپا ادامه میده حداقل اون تک امتیاز اختیار فنی رو بگیر از کشتیگیر ما علی اکبر نباید پا پس بذاره همچنان رو به جلو برو میتونه حتی شک خارج کنه کشتیگیر رو برای درخواست کمکاری میشه برای کشتیگیر ما اجازه ندادم چند ثانیه کشتی بگیره خیلی زود اختار دادم خیلی زود اختار دادم به کشتیگیر ما و کشتیگیر اوکراین حالا در خاک میشونه علی اکبر رو میتونم که بارانداز نخور از این کشتیگیر حالا میاد از بالا مایه فیتو رو جمع جور کنه میتونه بلند شه حالا بلند میشه
فکر کنم میشه ولی یک امتیاز خنده از دست دادیم. عرض کردم کشتی اوکراین به دنبال اون تک امتیازه بود، حالا یه مقدار اختلاف امتیازه زیاد شده، چه کشتی 3-1 گره پر باید بره برای امتیاز، باید بره برای اجرای فن، دو دقیقه زمان داره تا از این کشتی گیره بد بدن و چقدر اوکراینی امتیاز بگیره. کشتی اولش تونست مورالس مکزیکی رو 6-0 شکست بده و این تا به اینجای کار 3-1 عقب از این کشتیگی. اون به جلو ببینیم یه لحظه میشه برای کمرگیری باش ادامه میدار خرابش کنه رپسی میشه برای کشتیگیره اوکسان ولی مورد تایید قرار نمیگیره و میتونه تعقیب کنه حتی شد خارجش کنه چرا رها کرد کشتی خوش به ادامه مراقب باشه نباید منتظر سوت داور باشی باید ادامه بده کشتی رو این تو 30 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم میره برای اجرای فنی کشتی یه جوری ساکن شده زمان زیادی نداریم زمان داره به سرعت به ضرر ما سفری میشه اجازه نمیده حتی دست زیرکت کنه و کشتی خارجش کنه ما دو تا تک امتیازی هم به کار ما نمیاد کشتی اوکراین دو امتیازی داره برای تیم مساوی هم کشتی اوکراینی که برنده میشه 50 ثانیه ما دو تایی میخوایم یک بار باید بره برای جای فن حالا خودش یه لحظه تعادلش به هم میخوره و یک امتیاز دیگه میدم به کشتیگیر اوکراین کشتیگیر ما حتی شک خارج شد متاسفانه یک بار یوسفی خسته نشون میده این علی اکبر او علی اکبر این نیست که در گونه ترکیه دیدیم تو مسابقات هم بسیاری کشورهای اسلامی در خصوص چالنج میکنه مربی ما ببینیم چالنجشون برای چه بوده کشتیگیر ما خسته نشون میده فردین هدایتی این کشتیگیر رو شکست داده یک بار ولی یک بار هم میتونه این کشتیگیر رو شکست بده زمان کمی داریم متاسفانه 45 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و ببینیم نظر هیئت جوری چی هست در مورد این چالنجی که مربی ما خواسته همچنان منتظر نظر هیئت جوری هستیم یه لحظه کشتیگیر ما تعادلش به هم خورد و توشک خارج شد یه جورایی میترسم که چالنج رو واگذار کنیم اگه چالنج رو واگذار کنیم دیگه فاصله امتیاز ها زیاد میشه و سخت جبرانه 45 ثانیه 4 امتیاز All impacted, low point, vale. Challenge 1. Challenge 1. خب چالنج رو برنده شدیم خب خدا رو شد اگه یه دوتایی بگیره نفس هم گرفت حالا کشتی گیره ما باید بره برای یه جای فن دیگه زمان زیادی نداریم و کشتی اوکراین دستی رو که داره اداره میکنه کشتی رو ببینیم میتونه حتی شخارجش کنه 30 ثانیه باید خرابش کنه ما یه دوتایی میخوایم تک امتیاز هم به کار ما نمیاد کمر تو کمر میشن حالا ببینیم میتونه به تابونه کشتی اوکراین رو یا نه حالا کشتی اوکراین کاملا داره اداره میکنه کشتی رو 20 ثانیه زمان داریم باید هر چه در توان داره رو کنه نباید حالا یه لحظه کمر تو کمر 14 ثانیه تا پایان کشتی باید به تابونه یه دوتایی میخواییم ما دیگه باید ریس کنه هر چی در توان داره باید رو کنه دیگه زمان زیادی نداریم 6 ثانیه یه لحظه حالا خودش نه تمام کشتی واگذار کردیم متاسفم علی کلی یوسفی کشتی واگذار کرد این دومی شکست امروزمون هست متاسفانه یه لحظه اومد ریس کنه بره برای فن بالا ولی خب متاسفانه کشتی رو واگذار کردیم نچه کشتی 7-3 حالا باید منتظر مسابقات بعدی کشتی باشیم تا بریم برای شانس مجدد خب دوستان تا دور دیگر بدرود